زابل، زابل قلعه ایران بود، از هر گندمش، جوش، میوهش، هندونه خربزه زابل میرفت خارج. با هم فکر کنن که ما داریم دروغ میگیم یا زیاد، یا اصلا فیلم اومدیم ساختیم. بعد طرف میاد میبینیم میگه نه، واقعیته. در دیوارا سیاه، نه فرشی، نه جایی، نه استراحتی. این هم از بی جایی و بی در کجایی است. اکسی گرفته بود، ایرنا پخش کرده بود تو قبر خواب. گربه فقیرانه این مستضعفان محتاج خوش آمدید. همین یه ذره جانبه کن. دوری و سیل گذاشته. اینجا طوری همیشه که پیش نفس پیش نفس پیش نفس آخر یه جانبه میشه دعوا میشه. مصطفى چجوری اونجا میشه؟ همینجوری بابا هم کتال میشه. دو تا آتیز میکنه. یه آتیز اینجا، یک اونجا. قصه سیستان و بلوچستان یا قصهش. مسئله اینه. جایی دور که مردمش نیاز به ترحم ندارن، ولی از بسیاری از امکانات اولیه زندگی نمیدن و باید دیدشن تا مشکلاتشون عادی نشه. تو اولین قسمت از سفرناممون در این استان حاشیه‌ای به سراغ کارتون خوابای زابل رفتیم که حاشیه این حاشیه، یکی از پرجمعیت ترین نقاط کارتون خوابی ایران، با مردمی که به خاطر بیکاری و اعتیاد مجبورن زباله‌گردی کنن و شبها رو با خانواده در پاتوهای بی‌سقف و مخروبه سر کنن. البته که کارهایی شده، از گروه های جهادی و خیریه تا گرمخونه های کوچیک، ولی مشکل چند هزار نفر همچنان باقیه. میگم معتاد کیست؟ معتاد مرد آزنی است که مواد تهیه کنه و مصرف کنه، و وقتی که مصرف کنه خوبه، شاده، مثل الان من مصرف کردم دارم هر بله، وقتی خوب باشم نمیتونم دو کلم بادتر کنم. حالا شما باور میکنید در ماهی که 3 روز خلاکی ما یه بعد غذای گرم نده؟ مگه چطور بشه بندگان خدا نظری چیزی داشته باشن که بیارن اینجا تقسیم کنن که به ما هم برست؟ شما چند سال اینجا؟ حداقل میشه 15 سال. 15 سال تو زابل؟ توی یعنی تو کاتو شبا اینجا میخوابیم؟ آره. شغل آزاد داشتم، مرغداری داشتم، مرغ میفروختم. بعدش هم دیگه از روزی که آقا عمل ما این شد، یعنی معتاد کردیم دیگه، باید دیگه ما رو با اون دمپای له کرد و تو خاک انداز و بعد بندازی تو آشغال دونی، تموم دیگه. میگم نه یارانه، برای یه یارانه میگم آقا اصلا برو شاید بسه، برو شاید بسه، ما باید چی کار کنم؟ باید بمیرم اینجا؟ این چلپنشی من هم نمیخواد، نه دین آقا ما رو خود. اینجا گرم خونه نداره؟ نه، گرم خونه که اصلا چیزی که به نام خونه که به حساب کسی دل ببنده که بر استراتی بکنه نیست. مثلا میل خونه، مثلا میل آشغال دونیه، اینا خونه نیست، اینا چیزی که زایاتی بوده و به حساب نه سخ بیداره و نه دری و نه پیکری. خانواده هست اینجا که همشون معتادن، خانواده، پدر، مادر، دختر، داماد، همشون معتادن از یه سر. حتی بچه کوچولویی که 5 سال شد پسر باران اینجا، 5 سال 6 سالشه، اونم معتاد کردن. بعضی خانم هایی هستن که از راه فروختن جون خودشون، از راه چجوری بگم زبون هم نمیتونم بگم، از راه بدکاری، فساد، اینا درآمدشون در میاد. بعضی خانم ها دست به سرقت میزنن. لاتولوتا، مخصوص زن لاتولوتا، به مثلا زن ها خیلی بیش از حد تجاوز میکنن، گشنگی میبرن، بی پوشاکی میبرم در درزیاد به چیزا هستم. همسایی اونبریم بندگان خدا زن و شوهر هم، حتی زن، حتی خانم باردار هم هست. خانه تو حامله سره. اون دفعه هم بچه من خدا داد به من بردم بیدیستی، طبیعی هم به دنیا آمد، گفت باید این قپیل بیایی بیدید تو مرخص کنم بچه رو. همینجوری شما ندیدیم، ما هم ندیدیم بچه من، دختر هم هسته. یه بار بچه دار شد، بچه تو میگرفتم. آره اینجا دارم عمل خودم در بیارم، شیر بچه باشه دیگه. خانم هم کنه نمیذاریم از اینجا بیرون بره، من خودم میرم سر کار، اصلا نمیذارم دست بزنیم سیاسی، من خودم میرم سر کار و خرجی عمل و نون عمل چی داره خودم. چی کارو میکنی؟ زایی اتنا جمع میکنم. چقدر درآمد داری؟ اینجا دیگه گاه وقتا سیدی پهنش تو منم در میاد، دت تو منم در میاد. با
پنجشنبه چی کار میکنی؟ مثلا به خوردن خوردنی میرسه یا؟ نه الان راتش بخواهی من الان قضا من یه ماشینی داد بمون من جاتون خالی خوردیم و یه هم پنجشنبه جلسم کردم گرستم امیدم همین دو نفری مواد میکشم یه همین شبه یه هم بارم کلان جمع کردم. چند سال پیش تصادف کرده؟ 4 سال پیش نیه تشی زمینه تو شکی آسمونه چه به روزه میگه بی کشه کشی ندارم بگم مادرم زنده بود آیا نبادت من یکی پشتیبانی کنه افقا بستانی کنه پام کن بگه ببینید در یه دوره ای که خوشسالی ها تشدید میشه مردم روستایی توان رفتن به مشهد و گرگان و جای دیگر ندارن حاشیه نشین شهرهای خود منطقه میشن زابل و ذهب که بتونن کارگری بکنن روزمزدی بتونن یه لاکی جمع بکنن بفروشن اما بعد این مدتی که میان اونجا میبینن که اونطوری که بعد درآمد وجود نداره نهایتا اینه که بتونه همون شهر مسائل مربوط به اعتیاد خودش رو حل بکنه و باز همینجا بگیر بخواد. طبق آماری که تو زندان زابل هست بیش از 90% زندانیا کسایی که بیکارن این خودش اصلا صورت مسئله رو راه حلش رو میده یعنی که شغل است اینجا. خب راهکارش چیه؟ مثلا یه موقع هست میگیم کار ایجاد بشه خب تو کل کشور باید کار ایجاد بشه نمیشه خب ببینید درسته کل کشور مثلا آره. برای این کارتون خب اصلا راهی هست مثلا حتی کوچیک بخوایم فکر کنیم خیلی بزرگ و آرمانی هم نخوایم فکر کنیم همین لاک کهنه کارتونی که اینا جمع میکنه همین میتونه که زایاد همین میتونه که سازمانی یافته ترش کنه هیچکی نکرده تا الان ندیدین دیگه شما چند روزی تو شهری بطوری یه جلیقه بهش بده یه محل خوابی بهش بده یه غذایی بهش بده به جایی که به مواد استفاده کرد دیدید که اکثرشون راضی بودن که متادون استفاده بکنن کمه که ما قبولش نداریم بعد مثلا برن تر کنن حالا به هر شکلی هست ولی همین هم میشه که یه ذره سازمانی یافته تر بشه زابل غذای اگر مسلمانی اگر بچه خانواده اگر با کسی شما برخورد میکنید با یه آدمایی که واقعا دستتون بده بگین آقا راجی ما باید چیکار کنیم؟ به کی باید بگیم؟ کجا باید بگیم؟ انسانیت هنی نه؟ اینجا یا جنایت اینا سر ما بودن بعد کسی نیست که بیاد درد ما رو نیست که بیاد ببین از باز بگیم که ما باید بچید مریض تدازمی اینجا سر میخواب اینجا به خدا رو سکر میخواب خدا مسئولین همیشه خداوند قادر و منان پشتیبانشون باشه که مسئولین بکنن کارشون رو به نبه اصلا انجام بدن.